فصل نهم. عیسی سوار قایق شد و از دریا گذشته به شهر خود آمد. در این وقت چند نفر یک مفلوج را که در بستر خابیده بود پیش او آوردند. عیسی ایمان آنان را دیده به آن مرد گفت: پسرم، دل قوی دار، گناهانت آمرزیده شد. فوراً بعضی از ملایان یهود پیش خود گفتند: این مرد سخنان کفرآمیز میگوید. عیسی به افکار آنان پی برده گفت: چرا این افکار پلید را در دل خود میپرورانید؟ آیا گفتن گناهانت آمرزیده شد آسان‌تر است یا گفتن برخیز و راه برو؟ اما حالا ثابت خواهم کرد که پسر انسان بر روی زمین حق آمرزیدن گناهان را دارد. سپس با آن مفلوج گفت: برخیز، بستر خود را بردار و به خانه ات برو. آن مرد برخاست و به خانه خود رفت. مردم از دیدن این واقعه بسیار تعجب کردند و خدا را به خاطر عطای چنین قدرتی به انسان شکر نمودند. عیسی از آنجا گذشت و در بین راه مردی را به نام متی دید که در محل وصول عوارض نشسته بود. عیسی به او گفت: به دنبال من بیا. متی برخاسته به دنبال او رفت. هنگامی که عیسی در خانه او بر سر سفره نشسته بود، بسیاری از خطاکاران و باجگیران و اشخاص دیگر آمدند و با عیسی و شاگردانش سر یک سفره نشستند. فریسیان این را دیده به شاگردان عیسی گفتند: چرا استاد شما با باجگیران و خطاکاران غذا می‌خورد؟ عیسی سخن آنان را شنیده گفت: بیماران به طبیب احتیاج دارند، نه تندرستان. بروید و معنی این کلام را بفهمید: من رحمت می‌خواهم، نه قربانی. زیرا من نیامدم تا پرهیزکاران را دعوت کنم، بلکه گناهکاران را. شاگردان یحیی نزد عیسی آمده پرسیدند: چرا ما و فریسیان روزه می‌گیریم ولی شاگردان تو روزه نمی‌گیرند؟ عیسی در جواب گفت: آیا انتظار دارید دوستان داماد در حالی که داماد با ایشان است عزاداری کنند؟ زمانی می‌آید که داماد از ایشان گرفته می‌شود، در آن روزها روزه خواهند گرفت. هیچ کس لباس کهنه را با پارچه نو و آب نرفته وصله نمی‌کند، زیرا در این صورت آن وصله از لباس جدا می گردد و پارگی بدتری ایجاد می کند. شراب تازه را نیز در مشک کهنه نمی ریزن. اگر بریزن، مشک ها پاره می شود. شراب بیرون می ریزد و مشک ها از بین می رود. شراب تازه را در مشک های نو می ریزن تا هم شراب و هم مشک سالم بماند. عیسی هنوز سخن می گفت که سرپرست یکی از کنیسه ها به نزد او آمد و تعظیم کرده گفت: دختر من همین الان مرد، ولی می دانم اگر تو بیایی و بر او دست بگذاری او زنده خواهد شد. عیسی برخاسته و با او رفت و شاگردانش نیز به دنبال او حرکت کردند. در این وقت زنی که مدت 12 سال به خونریزی مبتلا بود، از پشت سر عیسی آمد و دامن ردای او را لمس کرد، زیرا پیش خود می گفت: اگر فقط بتوانم ردایش را لمس کنم شفا خواهم یافت. عیسی برگشت و او را دیده فرمود: دخترم، دل قوی دار، ایمان تو تو را شفا داده است. و از همان لحظه او شفا یافت. وقتی عیسی به خانه سرپرست کنیسه رسید و نوحه سرایان و مردم وحشت زده را دید، فرمود: همه بیرون بروید، این دختر نمرده بلکه خواب است. اما آنها فقط به او می‌خندیدند. وقتی عیسی همه را بیرون کرد، به داخل اتاق رفت و دست دختر را گرفت و او برخاست. خبر این واقعه در تمام آن نواحی انتشار یافت. در حالی که عیسی از آنجا می‌گذشت، دو کور به دنبال او رفتند و فریاد می‌کردند: ای پسر داوود، به ما رحم کن. و وقتی او به خانه رسید،
آن دو نفر پیش او آمدند. عیسی از آنها پرسید: آیا ایمان دارید که من قادر هستم این کار را انجام دهم؟ آنها گفتند: بلی ای آقا. پس عیسی چشمان آنها را لمس کرد و فرمود: بر طبق ایمان شما برایتان انجام بشود. و چشمان آنها باز شد. عیسی با اصرار از آنها خواست که درباره این موضوع چیزی به کسی نگویند. اما همین که از خانه بیرون رفتند، در تمام آن نواحی درباره او صحبت کردند. در حالی که آن دو نفر بیرون می‌رفتند، شخصی را پیش عیسی آوردند که لال بود، زیرا دیو داشت. عیسی دیو را از او بیرون کرد و زبان او باز شد. مردم از این موضوع بسیار تعجب کرده گفتند: چیزی مانند این هرگز در میان قوم اسرائیل دیده نشده است. اما فریسیان گفتند: او به کمک رئیس شیاطین دیوها را بیرون می کند. عیسی در تمام شهرها و دهات می گشت و در کنیسه ها تعلیم می داد و مژده پادشاهی خدا را اعلام می کرد و هر نوع ناخوشی و بیماری را شفا می داد. وقتی او جمعیت زیادی را دید، دلش به حال آنها سوخت، زیرا آنان مانند گوسفندان بدون شبان پریشان حال و درمانده بودند. پس به شاگردان خود گفت: در حقیقت محصول فراوان است، ولی کارگر کم. بنابراین شما باید از صاحب محصول درخواست نمایید تا کارگرانی برای جمع‌آوری محصول خود بفرستد.